با عرض سلام، من لطفی هستم. ما در این فیلم آموزشی که برای فرادرس تهیه شده است به تشریح الزامات و مستندسازی های استاندارد 9001 ویرایش 2008 می‌پردازیم. همچنین به ارائه نکات و راهنمایی هایی می‌پردازیم که جهت پیاده سازی استاندارد در سازمان راه رو هموار کنه. در ابتدا به ارائه تاریخچه استاندارد و نحوه شکل گیری آن و سیر تکاملی سیستم مدیریت کیفیت و در ادامه به تشریح الزامات به همراه مستندات و تصاویر و مثال‌های مورد لزوم را عنوان خواهیم کرد. همانطور که مستحضر هستید، سازمان‌ها و مؤسسات در دوره روند تولید محصولاتشون با توجه به حجم نیاز و تقاضای بازار به عرضه محصولات و تولیدات خودشون می‌پرداختند. بدین معنی که در دوره از تولید محصولات به مانند دوره خودروسازی که ابتدای کار بود، چون تعداد عرضه کنندگان کمتر از تعداد متقاضیان بود، هر محصولی رو با هر کیفیتی تولید می‌کردند و در نتیجه در این حالت ما کیفیت مورد مطلوب محصول را نداشتیم و هر آنچه که تولید کنندگان ارائه می‌کردند، متقاضیان مجبور به استفاده از اون بودند. اما در دوره بعدی که تعداد تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات بیشتر از تعداد متقاضیان بودند، در نتیجه عرضه کنندگان به رقابت در تولید کالاهاشون با هم می‌پرداختند و محصولات با کیفیت‌تری رو به دست مردم عرضه می‌کردند و در این حالت محور اصلی مشتری مداری بود و نیازهای مشتریان رو برآورده می‌کردند. در نتیجه ما برای اینکه به این سمت، چون الان وضعیت تولیدات محصولات بسیار زیاد می باشد، در نتیجه ما مجبور هستیم که از سیستم ها و مدل های استانداردی استفاده کنیم که مشتری مداریمون رو هم حفظ کنیم هم نیازهای مشتریمون رو برطرف کنیم، که در این شرایط سیستم های مدیریت کیفیت پا به عرصه وجود گذاشتن. حالا منظورمون اصولا از سیستم های مدیریت کیفیت چی هستش؟ سیستم های مدیریت کیفیت سیستمی هستش برای هدایت و کنترل یک سازمان از منظر کیفیت می باشه، که ما اینجا از دو کلمه استفاده کردیم که یکی سیستم ها و کیفیت هستش. بدین معنی که سیستم ها یعنی یک مدل که ما ارائه میدیم، سازمان خودش رو بر این مدل تطبیق قرار میده و در نهایت خروجی های این سازمان رو سعی میکنیم ما تحت کنترل قرار بدیم تا محصولات و کالاهایی رو که از این سازمان به دست مشتریان ما میرسه حد اکثر کیفیت رو داشته باشه و هیچ گونه مشکلی نداشته باشه و نه عدم انتباه داشته باشه نه ارزم به خدمتتون خرابی. چرا؟ چون در حقیقت تعداد رقبای ما بیش از تعداد متقاضیان ما هستند و نیازهای مشتریای ما هم متفاوت هستش. در نتیجه ما با ارائه یک مدل مناسب و خوب به دنبال این هستیم که کالاهای مناسب و خوبی رو دست مشتریامون برسونیم. ما در ادامه به تاریخچه مدل ها در حقیقت می‌پردازیم. به این گونه بوده که در ابتدا ما سیستم های بازرسی رو سازمان ها می اومدن در انتهای خطاشون قرار میدن تا کالاها و محصولاتشون رو بازرسی کنن و در نهایت چون سیستم های بازرسی به صورت چشمی و بصری بود، اومدن سیستم های کنترل کیفیت رو مستقر کردن که بازرسی ها منظم تر و با روی چک لیست هایی انجام میشد و در ادامه اومدن بحث کنترل کیفیت آماری مطرح شد که کالاهاشون رو اون نقاط حساسشون رو توشون کارهای آماری انجام میدادن و سعی میکردن که محصولاتشون در بازه‌های کوچیکی از تلورانس تولیدی قرار بگیره تا اینکه روند تولیدش رو بتونن تحت کنترل قرار بگیرن و در ادامه سیستم‌های جامع‌تری اومد که تقریباً تمام فرایندهای سازمان رو در بر می‌گرفت که با استاندارد ایزو 9001 ویرایش 94 شروع شد و در ویرایش‌های بعدی اون این استاندارد تکمیل‌تر شد و ویرایش 9001 سال 2008 جنریت شد.
و در ادامه علاوه بر این که مدل های مذکور اومدن کل فرایند های سازمان رو در نظر گرفتن، روی بحث های نگهداری و تعمیرات اثر و تولید به هنگام حرکت کردن و مدیریت کیفیت جامع رو مدل نهایی تری بود که جنریت شد و به در حقیقت تولید کنندگانی که تمایل داشتن محصولات با کیفیت تری رو تولید کنن ارائه شد. و در حال حاضر هم مدل های تعالی سازمانی هستش که عرضه کنندگان یا تولید کنندگان رو در کنار هم قرار میده و آنها را امتیاز بندی و رتبه بندی میکنه و هر چی میزان رتبه این تولید کنندگان بالاتر باشه، نشان دهنده این هستش که تمام فرایندهای سازمانشون تحت کنترل هستش، از کل زنجیره ارزششون، از تامین کنندگانشون تا مراحل مشتریانشون، کالا زمانی که به مشتریشون میرسه تماما تحت کنترلشون میباشه و هر چقدر رتبه بالاتری داشته باشن کیفیت محصولاتشون نیز به مراتب بهتر از سازمانهایی هستش که رتبه های پایین تری دارن. ما در این اسلاید به شما میگیم که چگونه کیفیت ایجاد میشود. در حقیقت با تامین خواسته های مشتریان و همچنین بعضی از نیازهایی رو که مشتریان بیان نمی کنن، یک محصول با کیفیت رو ایجاد می کنن و همچنین با رعایت قوانین و مقررات و خواسته هایی در حد توان سازمانمون ما میتونیم محصولی رو به مشتریانمون ارائه بدیم که حد اکثر رضایتمندی رو درشون ایجاد کنیم. خب میدونید بعد از محصولات امکاناتی دارن که در حقیقت خواسته های مشتریمون نیست، ولی که ما پیش بینی میکنیم. پس در حقیقت محصولی رو ما به مشتری ارائه بدیم بهتر هستش که علاوه بر نیازهای جاریش، نیازهای آتیش رو هم در حقیقت پوشش بده. به عنوان نمونه ما در یه دوره موبایل ها اومدن توی دست به قول معروف جوان های ما که فقط شماره تلفنی داشتن و تماسی انجام می شد. در دوره های بعدی در صورتی که ما از یک تلفن چیزی بیشتر از این نمیخواستیم، اما در دوره های بعدی بحث پخش فایل های موسیقی، همچنین بلوتوس ها و ارزن به خدمت شد، سایر امکاناتی که تا همین لحظه در اختیار مشتریان هستش، همچنین سیستم های تاچ اضافه شد که اینها همه در حقیقت خواسته هایی بود که بعضیاش ممکن بود توسط مشتری ها از تولید کننده درخواست می شد، بعضی هاش خواستش ابلاغ نمی شد به تولید کننده، ولی که خب به مرور اینها اضافه شد و سطح و توقع مشتری های ما رو بالا برد. همچنین علاوه بر این موارد سازمانمون رو می خواهیم معرفی کنیم که سازمان های ما چگونه از طریق همین سیستم های کیفیت و بیان در حقیقت نیازهای مشتری رازشون به محصول میتونن پیشرفت کنن. اصولا سازمان های ما گروهی از کارکنان و تسهیلاتی هستند که با ترتیباتی دارای یک سری اختیارات و مسئولیت هایی میباشه. در نتیجه سازمان ما در مسیر که به سمت تعالی پیش میبره امکان ارزم به خدمت شما برگشت به عقب یا برگشت به جلو و براش خیلی وجود داره که تا این سازمان ها میان با ارائه این مدل های استاندارد از حرکت به عقبشون جلوگیری میکنن. به عنوان مثال استاندارد ما که در لایت های قبل هم خدمتون گفتیم، اولین استانداردی که اومدن سازمان‌ها را از برگشت به عقب در حقیقت جلوگیری کردن، استاندارد 9001 ویرایش 94 بود که در حقیقت فرایندهای سازمان را تا حدودی تحت کنترل می‌گرفتند و به سمت جلو سازمان ما رو هدایت می‌کردند. در دوره‌های بعدی ویرایش 2000 و 2008 ویرایش استاندارد 9001 اومد، ایزو 9001 اومد که خیلی سازمان ما رو به سمت پیشبرندگی و حرکت رو به جلو هدایت میکرد و در حقیقت از طریق چرخه های دمینگ یا چرخه بهبود مستمر به سازمانمون کمک کرد که سازمانمون حرکتی رو به جلو داشته باشه. حالا ما در ادامه به توضیحی از این چرخه خدمتتون میگیم که چگونه میتونه سازمان رو به سمت جلو حرکت بده و بهبود مستمر در سازمانمون ایجاد کنه. همونطور که خودتون میدونید چرخه دمینگ توسط استاد بزرگ کیفیت آقای دمینگ ایجاد شد. این چرخه با یک حلقه ما رو به سمت بهبود کیفیت هدایت میکنه. به این صورت شما این چرخه رو در همه فرایند ها میتونید داشته باشیم. ما اول برنامه ریزی میکنیم و بعد اجرا میکنیم، بعد اون کاری رو که اجرا کردیم
کنترلش میکنیم و در نهایت اقدامات اصلاحی و اقدامات بهبود رو روش انجام میدیم که این چرخه رو میتونیم ما در همه فرایندهای سازمانمون اجرا کنیم، حتی در فرایندهای در امور زندگی و ارزم به خدمت شما تمام کارهایی رو که ما داریم میتونیم از این چرخه استفاده کنیم. قبل از انجام هر کاری ما برنامه ریزی کنیم، بعد اون برنامه ریزیمون رو اگر به نحو احسن بود اجراش کنیم، اگر مشکلات در روند اجرای برنامه ریزی و اجرا بود اونها رو بازنگری کنیم، اقدامات اصلاحی روش قد انجام بدیم و دوباره چرخه رو از اول اگر نیاز بود دوباره شروع کنیم. که از همین روند ما در سازمان هامون استفاده می کنیم و سازمان رو به سمت حرکت پیشبرندگی پیش می بریم. که در این تصویر شما می بینید یک سازمان از طریق اجرای در حقیقت استاندارد 9001 ویرایش 2000 و بعد در آینده با استفاده از ویرایش 2008 حرکتی رو به جلو داشته و سازمان خودش رو پله پله حرکت داده و به جلو برده. ما در استاندارد 9001 ویرایش 2008 در حقیقت جزی از مدل TQM هستش یا Total Quality Management می باشد که در این مدل ما کلیه فرایندهایی رو که ما ممکن هستش که در اختیار داشته باشیم در سازمانمون کنترل میکنیم. این فرایندها میتونه از محصول خودمون، فکر تولید محصولمون باشه، میتونه بررسی‌های اقتصادی باشه که ما در روند خودمون قرار دادیم تا این محصولمون رو ببینیم به صرفه هست اصلا تولیدش، فرایند طراحیمون هستش، تدارکات محصول قرار داره، همچنین تا اینکه به تولید محصولمون می انجام و همچنین فرایندهای کنترل، نگهداری و خدمات پس از فروشمون که از طریق همین چرخه دمینگ ما تو هر کدوم از این فرایندامون میایم این بخش از فرایندمون رو برنامه‌ریزی، کنترل، اجرا و چک روش انجام میدیم تا تو هر بخشی و یا هر جزیره کوچیکی از فرایند تولیدمون، فرایند محصولمون بازنگری‌های لازم انجام و هر جایی که نیاز به اصلاح داشته باشه این اقدامات رو روش انجام میدیم تا بهترین محصول و با کیفیت ترین محصول داشته باشه. و سازمان هامون رو از اگر به کل فرایندشون رو از دیدگاه مدیریت کیفیت بررسی کنیم میتونیم به این صورت در نظر بگیریم که زمانی که در حقیقت مشتری به ما رجوع میکنه و صدای مشتری رو ما میشنویم، از انتخاب طرح اولیه تا طراحی خدمت و مراحل فرایند و تولید و ارائه خدمات تا رسیدن محصول باز به دست خود مشتری از طریق اجرای این مدل های استاندارد و کیفیت ما در حقیقت میایم اینها رو تحت کنترل قرار میدیم و کلیه فرایند حتی این موارد که اورلپ شده هست بین فرایندهای مختلف رو تحت کنترل قرار میدیم. که ما در حقیقت با اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت کل این فرایند و پروسه‌مون رو تحت کنترل قرار می‌دیم. همونطور که در اسلاید‌های قبل نیز گفته شد، معمولاً سازمان‌هایی که در سال‌های قبل بودن با ارائه بازرسی فقط بخش تولید و ارائه خدمتشون رو تحت کنترل قرار می‌دادن، اما با در سال‌های بعد که سیستم‌ها و مدل‌های کیفیت پا به عرصه گذاشتن، کل فرایند از لحظه‌ای که درخواست مشتری به ما میرسه تا زمانی که محصول به دست اون مشتری میرسه تحت کنترل قرار میدادیم. استانداردهای سیستم‌های مدیریت کیفیت رو توسط سازمان‌های بین‌المللی استاندارد ایزو جنریت شده و در اختیار عموم قرار گرفته که این سازمان که استاندارد ایزو هم هست، به اسم ایزو هم همه میشناسیمش، از سه حرف International Organization for Standardization استفاده کرده که این سازمان حل اصلیش یک سازمان غیر انتفاعی و غیر دولتی هستش و در کشور سوئیس و در شهر ژنو قرار داره. و عرضم به خدمت شما که این کلمه هم، کلمه ایزو هم از یک کلمه یونانی آیزو در حقیقت گرفته شده. این سازمان در سال 1946 تأسیس شده و در سال 1947 شروع به کار کرده و یک سازمان غیر انتفاعی هستش که به هیچ ارگان و تشکل سیاسی تعلق نداره. مقرش هم که خدمتون گفتیم در شهر ژنو سوئیس قرار داره و وظیفه اون تبادل نظر و توصیه و صدور استانداردهای
جهانی هستش. از کلیه این استاندارد ما یکی از استانداردها شد انتخاب کردیم که در زمینه سیستم مدیریت کیفیت کار میکنه که ISO 9001 هستش و این سازمانمون در برگیرنده 170 تا کشور هستش و اعضای ناظری هم داره که روی استانداردهای مختلف اعلام نظر میکنن و تغییرات لازم رو اگر نیاز بود. و این سازمان دارای 260 کمیته فنیه و حدود 3000 تا گروه کاری داره که روی تمام استانداردهای فنی و تکنیکال کار میکنن. از استانداردهای به عنوان مثال من خدمتتون میگم، استانداردهای جوش داریم، استانداردهای ارزان به خدمت شما، قطعات و پیچ و مهره ها و خیلی از موارد دیگه که هر کدومشون یک سری استاندارد دارن، یک سری کد در حقیقت ایزو دارن، هر کدومشون نیاز به یک گروه و کمیته های فنی هستن که روی این تک تک اینها کار میکنن، بازنگری میکنن، اصلاح میکنن و ویرایش های مختلف رو در حقیقت در اختیار مردم قرار میدن. که در سال 1987 کمیته در حقیقت فنی 176 روی استاندارد سری استاندارد 9000 کار کرد و به مردم در حقیقت ارائه داد که هدفش در حقیقت تدوین یک از استاندارد هستش که در حقیقت برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت بودش که خود این استاندارد تا حالا نزدیک به 4 بار ویرایش خورده که از سال 87 آغازش بوده و در سالهای 94، 2000 و 2008 استانداردها تکمیل تر شده، بهبود پیدا کرده و سیر تکاملی استاندارد رو پیش میبره. که ما در ادامه به تغییراتی که همچنین این استاندارد پیدا کرده خدمتتون میگیم، همچنین خطوط راهنماش رو عنوان میکنیم و استانداردهای کمکی رو که به ما کمک میکنه که این استاندارد رو در سازمانمون بهتر پیاده کنیم خدمتتون خواهیم گفت. آخرین تغییرات استاندارد سری 9000 رو ما میتونیم از لحاظ واژگان و نکات کلیدیش استاندارد ISO 9000 ویرایش 2005 مراجعه کنیم که تمام در حقیقت نکات کلیدی و همچنین واژگانی رو که برای ما بحث شفاف سازی رو انجام میده میتونیم مطالعه کنیم و بررسی کنیم. خود الزامات سیستم مدیریت کیفیت هم که خب استانداردش موجود هستش میتونیم استفاده کنیم و تمام الزاماتش رو به ترتیب پله به پله حرکت کنیم و در سازمانمون اجرا کنیم. همچنین ما یه سری خطوط راهنما وجود داره در این استانداردها که کمک به این استاندارد میکنه جهت پیاده سازی و بهبود مستمر در سازمانمون. ما این استانداردهای کمکی رو خدمتتون الان توضیح خواهیم داد که هر کدومشون تو چه زمینه در حقیقت قرار میگه. خود استاندارد در حقیقت 9004 هستش که خطوط راهنما رو برای بهبود عمل کرد و کارهای سازمانمون ارائه میده. استاندارد 10001 هستش که خطوط راهنما قوانین رفتاری رو بر مبنای بازار در اختیار ما قرار میده. ویرایش استاندارد 10002 هستش که جهت رسیدگی به شکایات مشتریان یک پروسه ای رو برای ما تعریف میکنه که اگر ما این طبق این پروسه عمل کنیم میتونیم این رسیدگی به شکایت مشتریان رو بهتر تحت کنترل قرار بدیم و اصولی تر و استاندارد شده تر عمل کنیم. همچنین استاندارد 10003 هستش که به رسیدگی و حل اختلافات برون سازمانیمون رو میتونه رویش رو استاندارد میکنه. همچنین استاندارد 10005 که طرح‌های کیفیت محصولاتمون رو به ما ارائه میده. 10006 برای مدیریت پروژه ها و کنترل پروژه ها هستش. 10007 مدیریت پیکره بندی کل سازمانمون رو قرار داره و همچنین خطوط راهنمای زیادی هستن که نمونه هایش رو ما خدمتتون داریم میگیم. و همچنین استاندارد 10012 هستش که الزامات تضمین کیفیت برای تجهیزات اندازه گیری، سیستم های تایید تجهیزات اندازه گیری و همچنین کمک به کالیبراسیون ابزارامون میکنه که این هم خودش یک استانداردی هستش که دارای دو بخش هستش و هر بخشی هم توی حالا من به ریز نمیتونم خدمتتون بگم ولی فرایند در حقیقت تایید تجهیزات اندازه گیریمون رو کمک میکنه که ما بتونیم اونها رو
به موقع و سر زمان خودشون کالیبره و استفاده. همچنین خطوط راهنمای دیگه ای هم وجود داره که استاندارد 10013 هستش برای نحوه مستندسازی مدارکمون، استاندارد 10014 هستش برای بحث هزینه های کیفیت یا COQ مون که کلیه هزینه هامون رو در حقیقت پایش میکنه و هزینه هایی رو که بعد در راستای کیفیت ایجاد میکنیم تحت کنترل قرار میده و به سمت کاهش اونها حرکت میکنه. همچنین استاندارد 10015 برای بحث آموزش هستش، فرایند آموزش رو به ما راهبری میکنه و کمک میکنه. استاندارد 10017 استفاده از ابزارهای کنترلی فرایندهای آماریمون هست که بحث همین SPC که در اسلایدهای قبل‌تر عنوان شد و بحث SQC که کنترل فرایند آماریمون هستش رو تحت کنترل قرار میده. استاندارد دیگه ای که خطوط راهنمای دیگه ای هم که داریم 10019 هستش که برای بحث انتخاب مشاورهای سیستم مدیریت کیفیت، همچنین 19011 که بحث ممیزی های سیستم کیفیت، روند ممیزی در حقیقت هستش و استانداردهای زیست محیطی که استفاده میکنیم رو، بحث روند ممیزیش رو میتونیم از این کتابچه راهنما یا خطوط راهنما استفاده کنیم. البته محصول های جدیدی هم اومده که یا استانداردهای جدیدی هم وجود دارن که ما میتونیم از سایت iso.org استفاده کنیم و آخرین وضعیت و تغییراتشون رو تحت کنترل قرار بدیم. همچنین یکی از خطوط راهنمایی هم که استانداردی هم که البته این مورد خطوط راهنما نیست، استاندارد هستش که ما میتونیم استفاده کنیم، استاندارد ایزو 17025 که فرایند ممیزی آزمایشگاه و کالیبراسیونه که من توی این اسلاید ها همه رو براتون تا حدودی به صورت جزئی و کلان خدمتتون گفتیم که در جریان این روند استانداردها باشین و این اسامی برای شما آشنا باشه که این استاندارد در حقیقت آزمایشگاه ها رو و رای اندازه‌گیری که مثلا برای تجهیزات هستن رو بحث سیستم مدیریت کیفیتشون رو میاد استقرار میده، پایش میکنه و به سمت ممیزی سالیانشون رو تحت کنترل قرار میده و یک سری سازمان هایی هستن که این آزمایشگاه های مرجع رو در حقیقت که وظیفه‌شون کالیبراسیون کل ابزارهای اندازه‌گیری ما در سازمانمون هستش رو بازنگری میکنن و کل فرایندشون رو ممیزی میکنن که این فرایندهای ممیزی معمولا سازمانهای ما از طریق شرکت‌هایی که بحث اعتباردهی این استانداردها رو برای سازمانمون بررسی میکنن انجام میشه. همونطور که میدونید سیستم اعتباردهی در دنیا رو خب شرکت هایی هستن که در حقیقت انجام میدن و خودشون در حقیقت به صورت هلدینگی هستن، به مانند شرکت دار، کاس، راوا و آیزا هستن که اینها در حقیقت اکریدیتیشن بادی هستن، یعنی بحثای تایید صلاحیت و اعتباردهی رو رسالتی هستش که به عهده‌شون هستش. شرکت های دیگه ای هم هستن که اینها مرحله دوم قرار دارن و با سازمان ها طرف هستن و کارشون این هستش که سازمان های ما رو مورد ممیزی قرار میدن. این شرکت ها که بهشون اصطلاحاً CB هم گفته میشه یا سرتیفیکیشن بادی هم دارن، توسط این شرکت های اعتباردهی خودشون ممیزی میشن و کنترل و سه گذاری روشون انجام میشه. و شرکت های ما که سازمان ها هستن در مرحله سوم قرار دارن یا سطح سوم قرار دارن که در حقیقت درخواست صدور گواهی نامه براشون هستش که نشون بدیم که سازمان ما یک سازمان موفقی هستش توی زمینه های سیستم های مدیریت کیفیت که توسط مثلا شرکت اربتو یا ارزم به خدمت تو به نورد یا خیلی از شرکت های دیگه ای که الان در دنیا هستن مورد ممیزی قرار می گیرن و گواهی نامه استاندارد ایزو 9000 یا استاندارد های دیگه ای بهشون تعلق می گیره. ما در ادامه ما به بیان اصول و ارکان سیستم مدیریت کیفیت می پردازیم که اصلا این مدیریت کیفیت چگونه میتونه سازمان خود ما رو تحت کنترل قرار بده. یه سری اصول کلیدی داره که ما باید در حقیقت اصول
پایبند باشیم تا سازمانمون به سمت دریافت این استاندارد بتونیم پیش ببریم. این اصول که من دونه به دونه خدمتتون عنوان میکنم شامل عرضم به خدمت شما که یک، تمرکز بر مشتری هست، یعنی مشتری مداری داشته باشیم، سازمانمون رو به مشتریان خودمون وابسته نگه داریم. رهبری هستش، ما در حقیقت استفاده از رهبران که به این اصول معتقد هستن رو استفاده کنیم و ارزم مشارکت کارکنانمون رو در اجرای این استاندارد بخواهیم و ازشون با ارائه یک سری دوره‌های آموزشی از اونها بخواهیم که در کلیه سطوح سازمانمون به ما کمک کنن که استاندارد رو پیاده سازی کنیم. و بحث فرایند گرایی هستش که نتیجه مطلوب رو زمانی ما میگیریم که کلیه فرایندهامون یا کلیه منابعمون در راستای این فرایندها قرار بگیره و کلیه الزاماتمون رو به نحو ناسبی فرایند بندی کنیم، ارتباطاتشون رو شناسایی کنیم و عرضم به خدمت شما که نکات کلیدیشون رو در ورودی خروجی هامون رو مشخص کنیم و مرحله به مرحله اونها رو تحت کنترلمون قرار بدیم. و اصول دیگه ای رو که ما میتونیم خدمتتون ذکر کنیم، نگرش سیستمی به بحث مدیریت کیفیت هستش و به این صورت که وقتی ما نگرش سیستمی داشته باشیم به دنبال این هستیم که کلیه زنجیره ارزشمون رو به سمت اثر بخشی و کارایی یا اون مورد بررسی میکنیم. و اگر که ما نگرش سیستمی نداشته باشیم، فرایندهامون رو نمیتونیم اونجوری که باید و شاید میزان کارایی و اثر بخشیشون رو اندازه گیری کنیم. بهبود مستمر داشته باشیم در کلیه درآیندهامون. اگر ما بهبود مستمر داشته باشیم، خب سیستممون پیش نمیره و رویکردی واقع بینانه در تصمیم گیری هامون داشته باشیم. علاوه بر این که ما بهبود مستمر رو در کلیه فرایندهامون داریم، اون چیزی که میبینیم رو فازبندی کنیم، پله پله جلو بریم و اون شرایط موجودمون رو به صورت واقع نباب با توجه به منابعی که در حقیقت در دسترس داریم تصمیم گیری کنیم. خیلی ایدئالگرا نباشیم، خیلی قدم‌های تصمیم به اجرای قدم‌های بزرگ نداشته باشیم، کارهامون رو کوچک کوچک کنیم و پله پله حرکت کنیم و چرخه دنینگ رو به اصطلاح خودمون که حالا بیشتر شما آشنا هستین رو آهسته ولی پیوسته حرکت کنیم و از این چرخه استفاده کنیم تا بتونیم منابعمون رو به سمت بهبود مستمر حرکت بدیم. همچنین با تامین کنندگانمون هم که در جریان این زنجیره ارزش ما قرار دارن ارتباط مستمری داشته باشیم و اطلاعاتمون رو در حقیقت باهاشون در میون بذاریم و اونها رو به سمت منافع مشترکمون هدایت و کنترل کنیم. تا این ارتباط متقابل نباشه ما نمیتونیم محصولی با کیفیت به دست مشتریان خودمون برسونیم. با استفاده از این اصول مدیریت کیفیت میتونیم خب گواهی نامه های ایزو 9000 رو میگیریم که نشون میده در حقیقت سازمانمون منطبق بر خواست و نیاز مشتری هستش. یعنی این سازمانی که گواهی نامه ایزو 9001 اخذ میکنه به مشتریاش یا به استفاده کنندگانش از کالاش نشون میده که این اصول رو رعایت میکنه و کالایی رو که تولید میکنه منطبق بر خواست و نیاز مشتریش هستش. در ادامه ما الزامات استاندارد رو خدمتون عنوان خواهیم کرد که استاندارد ایزو 9000 ویرایش 2008 از چه مواردی تشکیل، چه بخش‌هایی تشکیل شده، شامل مقدمه، دامنه کاربرد، استاندارد مرجعش، واژگان و تعاریفش هستش، خود سیستم مدیریت کیفیت هست، توضیح راجع به اون میده و مسئولیت مدیریت رو عنوان میکنه، بحث مدیریت منابع و تحقق محصول رو عنوان میکنه و اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل و بهبود رو در این استاندارد عنوان میکنه که بخش اولش قسمت‌های پایه‌ای این استاندارد هستش و در ادامه الزامات 9001 ویرایش 2008 رو خواهیم داشت که این استاندارد میاد عنوان میکنه که سازمان ما رو اگر به این صورت فرض کنیم از مرحله ورودی تا مرحله خروجیش رو از طریق اجرای این استاندارد تحت کنترل میگیره و از حتی مسئولیت مدیریت رو عنوان میکنه، مدیریت منابعمون رو میگه
و بر فرایند تحقق محصولمون و اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل و بهبود محصولمون رو و نقاط کلیدی و مهم این محصول رو بررسی میکنه. همچنین ما در ادامه خب مقدمه این استاندارد رو خدمتتون میگیم که از چه مواردی تشکیل شده و چه چیزهایی رو عنوان میکنه، که شامل مقدمه ما که در ادامه کلیات رو خدمتتون میگیم، بحث فرایند گرایی، ارتباط با ISO 9004 و سازگاریش با سیستم های دیگه مدیریتی کیفیت رو عنوان خواهیم کرد. همونطور که خب من در اسلایت های قبل هم در خدمتتون توضیح دادم، سیستم های مدیریت کیفیت یک تصمیم استراتژیک در سازمان ها هستش و این استاندارد میاد به طراحی و استقرار این سیستم مدیریت کیفیت میپردازه و تحت تاثیر عوامل زیر میباشه و وقتی میخواییم ما اون رو مستقر تو سازمان ما کنیم، از محیط سازمان و تغییرات و مخاطراتش هستش، نیازهای سازمانمون و اهدافشمون رو عنوان تحت کنترل خودش قرار میده و تغییر در محصولات سازمانمون رو در بر میگیره و فرایندهایی رو که به خدمت ما میگیریم، حالا چه از طریق تامین کنندگانمون چه از طریق خرید خدمتمون، اونها رو در حقیقت تحت کنترل قرار میده.